بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمان که با استقامت به همه چیز میتوان رسید. بدبختی نشانی از کم صبری است. یعنی برای افرادی که صبر در اهدافشون ندارن و یا سریعا میخوان نتیجه بگیرن از یک چیزی، یا سریعا یه خانواده از هم میپاشونن، یا بالاخره بدبختی رو میفرمان که نتیجه کم صبریست. برای کسی که آهسته و پیوسته راه میرود هیچ راهی دور نیست. یعنی استقامت شما حتی در راه رفتنتون داشته باشید، هیچ راهی دور به نظر نمیاد. توجه فرمودید؟ که اساتید هم دیشب هم فرمودن که ما مجریان اوامر خداوند هستیم. برای انسان نعمتی از این بهتر نیست که به مقدرات خود سر تسلیم فرود آورد و مزه عظمت آن را بچشد. یکی دیگه از حکما می‌فرمان که بردباری برای مردم مانند موتور است برای روشن کردن لامپ. خب باید صبر و استقامت داشته باشیم تا اون وضعیت شرایطی که ما می‌خوایم به وجود بیاد انشاءالله. بگذارید در مورد زیر دستان خود صبر و حوصله به خرج دهیم، زیرا آنها دیروزمان را به خاطر ما می آورند. که واقعا نمیدونم چی بگم در مورد ملت ایران. هر کس به یه نون نوایی رسید و تغییر وضعیت شرایط، اول کاری که میگه خودشون از یادشون میره که کی بودن، چی بودن، در سابق به چه صورت بود، و الان که به این روز مثلا این وضعیت شرط برشون تغییرات شده، خب میتونن با یک حرکت باز هم وضعیت شرط گذشته رو خداوند برشون به وجود بیاره. میفرمان که بهترین دستور زندگی این است که انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و جدیت به مقام و منزلتی برسد. خب اعتماد به نفس رو من خدمتتون عرض کردم که یکی در زمان کودکی است که مادر و پدر به فرزند میدن، و یکی بر مبنای محبت و شناخت خداوند اعتماد به نفس شخص پیدا میکنه. زمان کودکی که خدمتتون عرض کردم که مادر پدر به بچه تلقین کنن که تو میتونی انجام بدی، تو میتونی، دیگران شاید نتونن اما تو میتونی. این تو میتونی اون انرژی و اون استقامت رو میده به بچه. و شناخت خداوند وقتی ما داشته باشیم اعتماد به نفس پیدا میکنیم. اعتماد به نفس از اینی که این کار حتما انجام میشه. وقتی که ما خدا رو بر لحمون بدونیم که او یاری میکنه ما رو، و دائما با او صحبت کنیم که یا رب العالمین من یقین دارم شما منو تنها نمیذاری، من یقین دارم بهترین آدم ها به من وصل خواهند شد، این از طریق شماست، از راه شماست، از انرژی شماست این آدم ها. وقتی که ما هر آدمی بهمون وصل میشن برای یاری، دلالت بر قدرت خودمون نکنیم، دلالت بر دست خدا کنیم، خدا این رو فرستاده، خداوند این رو فرستاده که این کار رو بر من انجام بده، خدا این لطف در حق من کرد. و هر چیزی که برای ما پیش میاد، اول چیزی که ما ایرانی ها داریم، هر کس به ما وصل میشه میگه این اومده یا از ما بکنه یا سرمونو کلا بذاره یا یک کاری بکنه، یه چیزی به نفعشه که اومده. به هیچ وجه فکر نمی کنن که با این فرستاده خداوند داده، حالا هر کی میخواد یزید باشه، میخواد امام حسین باشه، هر کی فرستاده خداونده. اگر دیدگاهت خدا باشه، تمام ابزارهای منفی از اون آدم که اگر حتی بر لطمه زدنم اومده باشه قطع خواهد شد. اینو یقین بدونید. و ما زمانی میتونیم به اون مراحل بالا، مقام، منزلت، به چه اجتماعی، این چیزا برسیم که با خداوند باشیم. چون اگر ما بخوایم
کاذب موقعیت اجتماعی پیدا کنیم، خیلی به راحتی هم بین خواهد رفت با یه حرکت کوچیک، که اغلب ایرانی ها این کار رو میکنن. مثلا یک موقعیت کاذب میخوان جور کنن، خب ورشکسته هستی، حالا مثلا چه میدونم میرن لباس قرض بگیر، اینو قرض بگیر، اونو قرض بگیر، خودشون و همسرشون و زندگیشون همه چی رو به تخریب و نابودی میکشونن که مبادا دیگران بفهمن ما در چه وضعیت شرطی هستیم. هرچند که دیگران هم اصلا بویی از خدا نبردن که بابا تو همون احترامی که قبل بهش میذاشتی همون احترام باید بذاری، حالا چه داشته باشه چه نداشته باشه. چرا زمانی که میفهمید یکی نداره شروع کنید توهین کردن، مسخره کردن، اذیت کردن؟ فکر نمی کنید که هم وضعیت شرایطی که برای این آدم پیش اومده به چه میدونم به دو روز نکشه خود شما تو هم وضعیت شرایط گیر کنید؟ من باور کنید خیلی از قوانین خدا رو عملاً به من یاد دادن، عملاً به من نشون دادن تو زندگی، نه اینکه تئوری تو کتابا خونده باشم از اینو. یک چیزو خیلی جالب به من فهموندن که اگر برای هر چیزی گام برداری برای همون چیز خدا به تو پاسخ میده. تو اگر واسه مثلا فرض کن پول بیماری، پول دارو، پول بیمارستان پول بدی، خدا برای خارج از کشور به تو پول نمیده، برای همون بیمارستان به تو پول خواهد داد. که گفتم محله دهونک زندگی میکردم، یه مغازه اونجا بود که یه پسری از ده اردبیل آورده بودن که این دوتا مغازه دار هم اینو خیلی میزدن که این بلد نبود حساب و ریاضی این چیزا، اصلا سواد نداشت. یه بار بهش گفتم، گفتم آقا رضا میخوای مدرسه بری چیز یاد بگیری؟ در وایساد گریه، گفت آره خان روحانی اینا من خیلی میزنن، نبود اون دوتا صاحب کاراش، من بلد نیستم، اما من چیز هستم، من غریبم، بیکسم، نمیدونم کجا برم. پاشدم رفتم یه مدرسه، گفتم شما شبانه دارید واسه کلاس؟ گفتن نه ما نداریم. هرچی اون اطرافو گشتم نبود، رفتم ناحیه، گفتم چطور ممکنه شماها تو این محله ها شبانه نذارید؟ خلاصه 4-5 نفرم از دوستان پیگیری کردن، بالاخره توی همون محله که اینها بودن، همین محله دیونک که ما بودیم، یه کلاس شبانه گذاشتن، این پسر فرستادم اونجا. به فاصله 10 روز نکشید، ای ارحم الراحمین شما آگاهی، 10 روز 15 روز نمیدونم، اما خیلی کوتاه. بچه منو میخواستن اسمنویسی کنن برای دبیرستان مبتکران که برای تیزهوشانه، گفتن ما 4 پزشک میخوایم که شما رو چیز کنه، تایید کنه. 4 پزشک تداوی با من کجا بیارم 4 تا پزشک که بخوان من تایید کنن؟ که به یاری خداوند 3 تاشون شاگردای خودم بودن از پزشکا، یکیشون هم که پدر بزرگ خود پسرم بود، آقای دکتر روحانی. اما منظور اینه که این بچه توی این وضعیت شرایط تو غربت گیر کرده بود، بچه من توی این وضعیت شرایط گیر کرده بود، خدا عملاً به من یاد داد، عملاً به من نشون داد که اگر گام برای دیگران برداری خدا گام برات برمیداره. این قانون زمینه. بعد حالا یه چیزی به یکی میدن 10 دفعه میزنن تو سرش، اگه ما نبودیم نمیدونم تو چجور زندگی میخواستی بکنی، اگه شوهر من نبود معلوم نبود تو میخواستی چی کار کنی، اگه بابام فلان کار برات نمیکرد تو نمیدونم چی کار میکردی. بابا به همون صورت هم با بیحرمتی دریافت میکنید کمک دیگرانو. قانون عدله، قانون زمینه، چون زمین همه چیش معلقه، یعنی بر اثر چرخشی که هست تمام امواجی که از ما متساعد میشه اینا اتصال پیدا میکنه به امواج دیگه، انرژی های مشابه هم طیف اونو نگه میداره، حفظ میکنه، جذب میکنه به خودش، همون وضعیت شرایط بر ما پیش میاد. توجه فرمودید؟ حالا منظورم اینه که اعتماد به نفس
با قدرت خدا، با شناخت خدا، با محبت خدا درون قلب به وجود میاد که با یاری خدا پیش میره. با هدایت خدا این کار رو انجام میدم. خداوند هدایت هم میکنه، خدا راهنمایی میکنه، خدا تنهام نمیذاره، خداوند همه کاری برام میکنه. خدا بالاتر و بهتر از هفت مادر و پدره. من یادم میاد خدا رفتگانتون بیامرز، خدا پدرم هم رحمت کنه، شاید یه چند ساعت مونده بود به فوتش، هنوز قبل از که بره توی اغما و این چیزا، دم لباش داره تکون میخوره، صدا گوشم گذاشتم در دهنشون ببینم چی دارن میگن. به من فرمودن که پدر قصه نخور، خدا از هفت مادر و پدر مهربون تره. این آخرین حرف های پدرم بود در مورد، یعنی چون من بالا سرش بودم دیگران نبودم، از هفت پدر و مادر مهربون تره، قصه نخور پدر. واقعا وقتی که آدم پشتیبانای زمینیش رو از دست میده، اون زمان خدا متجلی میشه، تازه میفهمی قدرت خدا یعنی چی، دست خدا یعنی چی. و به اعتماد به خدا، به تکیه با خدا، تکیه کنید به خداوند، توکل یعنی تکیه کردن به خدا، با قدرت خدا پیش برید. شده تا حالا شما درون خودتون یا بر زبان جاری کنید یا رب العالمین منو هدایت کنید، به من آموزش بدید، حالا یا این علم و یا این راه رو، این آدم رو به من بشناسونید، ببینید بد چند ساعت نمیکشه، چندی نفر میان شهادت میدن، حالا یا منفی یا مثبت، که این آدم چجوریه، بدون این که شما حرف بزنید. ما ایرانی ها زندگی با خدا نکردیم به علت راهنمایی اشتباهی که این آخوندا کردن، که خودشون جیبشون پرشه. میلیون ها آدم نابود شد که اینا بود بشن. آقا باز چی؟ میفرمان که ما مشکل نسل جدید چی هست؟ کسی به دنبال تحقیق نیست. مشکل نسل جدید ما چیه؟ کسی به دنبال تحقیق نیست. اگرم قبول کنیم که زندگی نمیپسنده، اگه ما هر چیزی که قبول زندگی نمیپسنده، اگه چیزی ما بپسندیم زندگی اونو نمیپسنده، یعنی هیچ وقت پسند ما با قوانین طبیعی یکی نیست. توجه میشی؟ میفرمان که غذایی که من دوست دارم او نداره، نباید درست کنه. زور میگه. اعتقادی که من دارم مثلا همسرم نداره. راهی که من میخوام برم اون دوست نداره. یکی دوست داره دستباز باشه، ولخرج باشه، یکی نه دوست داره پول جمع کنه. اینا تضادهای اعتقادی، عقیدتی و خصلتی آدم هست. و همم قبل از ازدواج مردی رو میخوان کامل، کامل از همه چی، یه شاهزاده سوار بر اسب سفید، همه چی داشته باشه، بیاد در خونه اینا دقل بابم نکنه ها، با موبایل بگه بیا بیرون من اومدم. خب حالا ما خودمون چی هستیم؟ هیچی. یعنی نه نیکی داشتیم به دیگران، نه هیچی نداریم، خلاصه. حالا اما توقع اینو داریم که بهترین برای ما باشه. آخه خانم تو خودت بهترینی؟ تو خودت کلی اوجای خلقی داری. اول کارایی که داری انجام میدی دل ملت رو شکستی، دل طایفت رو شکستی، خانوادت رو شکستی. تو چجور انتظار داری یه مردی که همه چی تمام باشه که اونم فقط تو پوز بیای واسه دیگران، بیا تو بری پوز بدی به دیگران. یک چیز ما ایرانی ها اصلا حتی نخواستیم قبول کنیم، بپذیریم. حتی این داستان های قدیمی ها مثل سندرلا، مثل چه میدونم داستان های دیگه، بابا افرادی همیشه پیروز هستن که ابتدا اون شخص سرویس دهی به دیگران میده،
آدمایی که میگن دل رحمه، بدوه، به همه کمک میکنه، به همه یاری میرسونه، همه هم ظلم کردن زدن تو سرش. بعد اگه دیگران رو بپرسی چرا اینو میزنی، که حضورم به کسای دیگه نمیرسه، خب بذار اینو بزنی. آخه این حقه. و خدا وقتی به میدون میاد، اون آدم که زیر دست باله شده یک دفعه میبردش به عرش، بعد میگن چرا فلانی چرا اینجور شد، وا وا وا، این که دادم چند روز پیش همه تو سرش میزدن. خب چرا نمیخواید حقیقت این رو بفهمید که اعمال نیک اون آدم، قلب پاک اون آدم، اون رو به اوج خداوند رسون. هر آدم بدی که نمیتونه به اوج برسه، اصلا آدم بد به اوج نمیرسن که. ممکنه مقطعی یه سال دو سال نه ده سال، اما بقیه عمرشو 40 سال دیگه با مغز تو زمینه، فقط با پروی خودشونو میخوان حفظ کنن، اونا موقعیت اجتماعیشونو به دروغ کلک سر این کلا گذاشتن. زندگی اینی نیست که ما ایرانی ها فکر میکنیم. زندگی حقیقتش همون داستانهای قدیمیه، خوبی کنید، محبت داشته باشید، آبروی مردم رو حفظ کنید، خدا رو بپرستید، محبت خدا رو داشته باشید، خداوند به شما لطف میکنه، رحم داشته باشید به زیر دستاتون، به حیواناتون، به نمیدونم نباتات، جمادات، نمیدونم انسانها، حیوانها، به همه چی شما رحم داشته باشید، خداوند در زندگی متجلی میشه، سرویس دهیده. یعنی در اصل خود ما ابتدا باید انرژی مثبت رو از تنمون خارج کنیم، بعدش خداوند دیگران رو مأمور میکنه اون انرژی ها به ما برمیگردن. اما جوانای این دوره چی میخوان؟ همه چی میخوان، همه چی تموم. هیچ کس نمیاد بگه خانم آقا شما خودت الان چه سرویس دهی داری به دیگران بدی؟ داری چی کار میکنی برای دیگران؟ این اشتباه که ما هر چیزی خودمون برای خودمون بخوایم، این اشتباهه. کسایی که آرامش تو زندگیشون میخوان ابتدا باید آرامش برای دیگران بخوان. همه برای اینکه برای خودشون آرامش به وجود بیارن همه رو له میکنن، همه رو زخمی میکنن، همه رو میپاشونن، میتارونن، بعد میگن ما چرا آرامش نداریم. وقتی شما آرامش دیگران رو اول در نظر بگیری، برای دیگری اول زندگی خوب رو بخواهی، سلامتی بخواهی، امر به معروف نهی از منکر، اینه دیگه. شما سلامتی بخوای برای دیگران، نیکویی بخوای، راه پیش پای طرف باز کنی، نمیدون نوازشش کنی، امنیت بهش بدی، با خدا آشناش کنی، آرامش برای دیگران بخواهید. آرامش برای دیگران خواستن یعنی چی؟ یعنی سرویس دادن اجتماعی، سرویس های صحیح، رفاه مردم رو بخوای، آرامش بخوای، سلامتی بخوای. نه این دولت که انشاءالله خداوند اون رهبرشون رو، حزبشون رو، آخوندار رو، همه رو به جهنمی که خودشون خواندن چال کنن، که چال شدن، میرن دارو وارد میکنن به جای اینکه ملت خوب بشن بدتر میمیرن. بعد مابقی پولو میذارن تو جیب خودشون. دزدی ها، جنایت ها، فساد ها، چی خواستن برای شما ملت ایران؟ چه آرامشی، چه رفاهی، چه ثروتی، چه عزتی، چه قدرتی، چه چیزی برای شما خواستن که اینجور مثل گوساله دنبال اینا میرید که نکنه بیافتید جهنم؟ جهنم همینجا، همینجا که شما دارید زندگی میکنید. جهنم ایرانه، جهنم با آخونداست، بهشت انگلیس و آمریکاست، کشورها اروپاییه. آره، برید حقیقت رو تو اون کشورها ببینید، برید ببینید تو اون کشورها حقیقت رو. اونا وجدان کاری دارن، مسلمونم نیستن، با حقیقتن، حرف میزنن حقیقت رو میگن، کار میکنن با حقیقت کار میکنن، پول میگیرن پول میبخشن با حقیقت این کار رو میکنن، داد و ستدشون بر مبنای حقیقت، سرویس دهی به
ملتشون با حقیقته. حالا مونده مرحله دیگه، مونده که کلیه هاتون رو در بیارن، نمیدونم ششو در بیارن، اینه در بیارن، اونو در بیارن بفروشن. نه که همه چی که فروختن میفروشن، از زمین و آسمون و آب. و شما هم بمونید تو خونه هاتون، مردا که دیگه مرد نیستن که. بابا چه روسری سرتون نمی کنید ملت ایران، مردای ایران روسری بکنید سرتون. یه زمانی مرد مرد بود که زن بهشون تکیه میکرد، بچه بهشون تکیه میکرد. شما حتی اونم نیستید، فقط ادعا دارید. یه من ریشو پش میذارید، اسم میتونم زارید مرد، صدا کلاف میکنه، قیافه اینجوری میگی بشین سر جات بابا. دو ریالم بارتون نیست. شما ها که نتونید جلوی آدمی رو وایسید، چهار تا باتون میزنن، دو تا کوکتل مولوتوف که بلدید درست کنید، تو شیش تا چند مقرشون بگیرید بندازید، تو خونه آخوندو که بلدید بگیرید بندازید بکشیدشون، همین جور که خورد خورد همه تونو کشتن. چه مردونگی، چه حسابی، چه چیزی، همه چی به عکس شده. بعدش ما تازه زن با حجابم داشته باشه که چی چی آقا هم بخوره و هم ولوشه تو خونه و هم همه کاری بکنه، تازه اسمش هم مرده. چه حمایتی؟ یه مش جاسوس های کثیف کشورهای دیگه که برای کشورهای دیگه دارن کار میکنن و دارن دیگران از ثروت ما میخورن، تغذیه میکنن، همین کشورهای اروپایی، همین کشورهای آمریکایی. اسم خودتونم گذاشتید مرد. چه مردی؟ روسری شما ها باید سر کنید، نه ما زنا. بعدش میگن ما همه چی ما مردیم، چرا فلانی به خواهر من نگاه کرده؟ اون غیرت نیست. غیرت اون چیزی است که دارن زمین تو، مملکتت رو، کشورت رو، چه میدونم ثروتت رو، اون عزتت رو، هر چی که داشتی دارن میبرن. اون غیرته. غیرت این نیست که اگه یه تار ما از سر خواهرت بیرون باشه. چه گناهی کرده خواهرتو یا بنده یا دیگری که اومدیم به زمین؟ مگه هر دومون لخت نمیدیم به زمین؟ ما چادر سرمون بود، شما لخت بودید؟ بعدش میگه روحانی چرا یه حرف رو، بابا واقعیت ها رو دارم میگم. میزن بجنبید ملت ایران، مردای ایران. کی دیگه میخواید به خودتون بیاید؟ کی؟ چه زمانی؟ شما فقط لشکرکشی روسیه رو مونده ببینید؟ یا دو تا شما فکر میکنید چجوری تهران چجوری میتونه خودش دفاع کنه؟ هیچ جوری نمیتونه دفاع کنه، یقین بدون. حالا اگه از زلزله درید، اگه از زلزله در برید، حالا شما که خدا رو که نمیشناسید که بگیم بابا به خاطر خدا قیام کن، برای ملت ضعیف قیام کن، برای بچه هایی که گشنه موندن، زنهایی که فاحشه شدن، نمیدونم مردهایی که به کلیه هاشونو فروختن، برای زن، هرچی ویرانی که پیش اومده قیام کن. اینا رو هم که نمیشناسید. اما یه زمانی میاد که همه تون رو به بیگاری میگیرن، تمام کسایی رو که راست راست خوردید و را رفتید، گفتید به ما چه، دست میگیر رو کلاه خودت. این رو جدی دارم به همه تون میگم، یقین بدونید. این دوره از زندگی در ایران اینه که کسایی که میگن به ما چه، به ما هیچ ربطی نداره، هر کی میخواد هر کاری کنه، سر سگ دندون خر، به ما چه ربطه. اینا رو شنیدم که دارم میگم بهتون، که کی داره چی کار میکنه. ما بگیریم دست بگیریم رو کلاه خودمون، باد نبرتمون، باد بردتتون. دیگه نه غذا دارید بخورید، نه هوا دارید نفس بکشید، نه آب دارید. بابا آب رو که دارن میفروشن و میخورن و میبرن و همه این چیزا. من اصلا واقعا موندم که خدایا چی فکر میکنید که فقط یه چند روز زندگی کنید؟ همین
شما یقین بدونید که اگر 80 سال عمر داشته باشید، اگه 10 سالم تو زندانای اینا بپوسید، کسی کاری به کار شما نخواهد داشت. اصلا چرا بپوسید؟ وقتی که یکی بشه دو نفر، دو نفر بشه صد نفر، صد نفر بشه یه میلیون، یه میلیون بشه 10 میلیون، همینا راشون میکشن میرن. از بس که هر کاری خواستن انجام دادن، همه سکوت کردن. از ترسگی، یعنی واقعا یه ترسه دیگه، به غیر از ترس نمیشه چی گفت. چون اینا یه گروه خاصی هن که دارن چپاول میکنن ملت ایرانو، همه که اینجور نیستن که. بعدش تو اینترنت هی پخش میکنن اولین کسی رو که آخونده نمیدونم چیچی کازرون رو کشته فردا اعدام میشه، کلاتونو بکشید بالاتر. که معنای همه چی تو ایران رفت. من امیدوارم که خدا به هممون رحم کنه، به همه ما رحم کنه، به حق رحمانیتش. به خدای رحمان میسپرمتون.